رادیو همراه، بفرمایید. آقای دکتر. بله بفرمایید. سلام آقای دکتر، تشکر میکنم از محبت شما و برنامه خوبتون. لطف دارید بفرمایید. آقای دکتر، من مشکل خودم هستم و میخواستم اینو با شما در میون بذارم که اگر امکانش باشه محبت کنید، راهنمایی کنید من چیکار باید بکنم، کجا برم، به قول معروف راه درمان چیه. من الان چندین ساله که درگیر منفیگرایی هستم. بعد اولا من بفرمایید چند سالتونه؟ بنده الان 70 سالمه. از کجا تلفن میکنی؟ من از شمال کالیفرنیا زنگ میزنم. چه مدتی از امریکا هستید؟ حدودا 50 سال. خب در اینجا چی خوندید، چه میکنید؟ من اینجا لیسانس هیوی بیلدینگ کانستراکشن رو گرفتم، بعد تو کارهای ریتیل رفتم. بعد از اینکه مدرک گرفتم، زمانی بود که البته در ایران انقلاب شده بود اینا دیگه، یه مقدار کار اینجا مشکل بود، رفتم برای کار خودم و تو کار ریتیل بودم، تو کار اینوستمنت بودم و الانم از کار ریتیل بیرون اومدم، فقط تو کار اینوستمنت هستم. منتها مشکلم الان هنوز سر همین منفیگرایی که چندین سال الان من حقیقتا درگیرش هستم. ولی نه، حالا به اون میرسیم. از در ازدواج من بگید چه کردید؟ ازدواج، من یه ازدواج ناموفق داشتم همون حدودا 47-8 سال پیش با یه دختر خانم که امریکایی بودن، همینجا ازدواج کردیم. بعد متاسفانه ایشون به من 2-3 بار خیانت کردن که دیگه بار سوم مجبور شدیم از هم جدا بشیم و الان هم سال هاست که دیگه من ازدواج نکردم و تنها زندگی میکنم. خب تنها رو متوجه هستم، ولی آیا کسی در زندگیتون بوده و هست؟ میان و میرن دیگه به هر صورت. خب حالا قصه منفیگرایی اینا، این برچسبی که شما رو خودتون زدید یعنی چه؟ یعنی خودتون نگاه و نظرتون چیه؟ آی دکتر ببینید، من خلاصه‌شو براتون شرح بدم. من تو کار اینوستمنت تو اینا هستم و خب سعی میکنم که تو کار خودم اون دیلایی که میتونم پیدا بکنم و کار سختی هست. مثلا در سال شاید من یه دونه یا دوتا مثلا دیلایی پیدا کنم که به درد من میخوره و منتهای مراتب چیزی که هست با کسایی که کار میکنم افراد مختلف هستن، با یه نفر کار نمیکنم. بعد ایجنت هم خب وقتی من دیلو بهشون نشون میدم میگم اینو برام کانترکت بنویسین، خیلی هاشون وقتی میبینن دیل خوبه خب دیل رو یا میخوان خودشون وردارن یا اینوستورهای دیگه پول بیشتری بهشون میدن، بعد شروع میکنن به منفی گفتن و من خودم هم بلا فاصله تا میگن مثلا این دیل به درد نمیخوره اله بله، من خودم هم بلا فاصله حرف اینا رو قبول میکنم. نه نه سب کنید. چرا؟ سب کنید. آخه اینا که باز نمیگونه. شما درست حتی وقتی میگن دیل خوبه شما باید شک کنید، وقتی میگن بده که شاید فکر کنید شاید به بله. شما من اگر اشتباه میکنم منم تصحیح کنید، شما ساختمون براتون پیدا میکنن شما ریمادل میکنید بعد میفروشی؟ یه چیز دیگه هست؟ نه من خودم پیدا میکنم، اونا برای من پیدا نمیکنن. نه از اون بحث من اون نیست. بحث من این است پس شما یه ساختمونی رو میگیرید درستش میکنید به بازار میارید. خب شما بعد از این همه سابقه یک قرار است که خودتون بدونید چی با توجه به قیمتی که داره، هزینه‌ای که داره و قیمت بازار. یک دو مطالعات نشون میده آدمای بدبین و منفی تو بیزینس موفق تر، برای که معمولا اشتباه نمیکنن، چون آدمایی که خوشبینند و تو هوا هستند ای بسا تو 5 تا بیزینس یا 10 تا هم حتی سود برن، تو یه دونه که ضرر میکنن همه رو از دست میدن. برای من نگران شما در جهت بدبینی نیست، من بارها عرض کردم اگر در داون تاون لس آنجلس شما آدم خوشبین خوشخیال باشید حتما ورشکست میشید، برای که اصلا مطالعات اینو نشون میده. حتی مطالعات نشون میده آدم های افسرده پیشبینی جنبه های بد و منفی یه موضوع رو بهتر از آدم های سالم میکنن. برای شما بدبینید، خب بدبینید شما، ولی اون قسمتشو اصلا نفهمیدم. آدم بدبین یه کسی که حرف غلط میزنه و دروغ میگه رو باور میکنه، شما که حرف درست هم باید شک کنید. شما چرا میخواید همچین برچسبی رو خودتون بزنید؟
ولاد این رو یه مقداری دوستای دور اطرافم هم بهم گفتن. گوش به حرفشون ندی. شما چی گفته؟ هستی. خب گفتن که گفتن آدم سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار باید نگاتیو باشه عزیز. شما درست مثل یه پزشک متخصص بودی توی بیماری‌های کشنده. معمولا این آدما باید بدبین باشن. یعنی حتی یه احتمال 1 در 1000 رو هم به دنبالش میرن، در حالی که در زندگی عادی احتمال 10% هم ممکنه قرار نیست آدم دنبالش بره. من این عیب و ایراد شما نمیبینم. ببخشید مامان صحبتتون، یه چیزی که هست حالا من یه ذره بیشتر، یه مشکل دیگه هم هست که اینه که مثلا میگم من مثلا دیلی که فرض کنید 100 دلاره، خب من پیدا میکنم 50 دلار، بعد میدونم که این 50 دلار دیل خوبیه. الان جدیدن هم برام یه همچی اتفاقی افتاد، بعد اون آقای ایجنت مثلا گفت نه 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 اینجا اله بله فلان به درد نمیخوره. من 2 دفعه 3 دفعه زنگ زدم که آقا شما کاری نداشته باش، اینجا رو برای من بخر، من میخوام. نه اصلا اینجا فلانه و اینا تو من اثر میذاره. نه 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 نه. اول شما با این آدم سب کنید، شما یک کسی پیدا کنید که بگید وقتی من به تو دستور دادم اصلا نظرتو نمیخوام اون کار انجام بدی. درست. بنابراین به یک کسی هایی بگید که به تو مربوط نیست، به نظر تو این دیل بده یا گرونه یا هرچی قبول، تو خفه شو. خب آدم هایی هستن که تو سلب مسئولیت هم میکنن، راحت و آسوده هستن، شما خواستید کار رو انجام میدن، کامیشن یا درصدشون هم میگیرن. بعد شما چرا تحت تاثیر قرار میگیرین؟ چرا حرف رو نسا وقتی او برمیگره میگه نه؟ یا چرا اصلا تصب کنید؟ تو بیزینس ما یه سیکرت بیزینس یا راز بیزینس داریم، شما که قرار نیست اعلام کنید. شما اگر یه چیز 100 دلاری پیدا کردید، 80 دلار یا 50 دلار که خودتون میگید، اتفاقا باید پنهانش کنید، حتی همون شب یه کاری بکنید که از آن شما باشه که کسی دیگه ازش خبر نداشته باشه. چرا اصلا میرید سراغ ایجنتی که او درش حسن نیت نیست؟ هدفش این است که ای بسا به کس دیگه ای که پول بیشتری میده بده. اگه شما حرفتون این است که نه اینا رو بعضیا فکر کنن تخیل من، بدبینیه من، خب بدبینید که بدبینید. درست. حالا یه چیز دیگه هم که هست دکتر، مثلا یه همچین برنامه که پیش میاد بعدش من یه مرتبه حالتی که به خودم میام، بعد هی راجبش خودم رو تا هفته ها تا بعض وقتا ماه ها همش خودم سرزنش میکنم. این خیلی من اذیت. سرزنش چی میکنه؟ نه سرزنش چی؟ خودم به خودم میگم چرا به حرفش گوش کردی، چرا نکردی، چرا اشتباه کردی. خب نه ما قواعد رو میدونیم قربونتون، قواعد رو میدونیم. من اگر میخوام، اصطلاحی هست که میگن دو تا چند تا میشه، میگن اگر میخوای بفروشی 3 تا، اگر میخوای بخری 5 تا. خب شما این قاعده رو که بدونی، مسئله منفعت و به هر حال سود اون آدم باید تعیین کننده این باشه که شما 10-20% حرفاشو مثبت یا منفی ببینید. به همین سادگی. و شما یه کسی هستید که اینو اگر رعایت کنید به بقیه کار دارید، بچه رو خودتون سرزنش کنید. یعنی شما دیدید یه چیزی خوبه، خواستید بخرید، یه گفته نه نخر، شما نخرید، بعد خودتون سرزنش کنید. شما خودتون سرزنش کنید که اصلا چرا با آدم حرف میزنید و چرا اصلا گوش به حرفشون میدید. آخه شما چه دلیل داره که از او، مگر اینکه شما یه آدمی هستید یک مضطرب و نگران، دو همیشه بخواید مسئولیت گردن کسی دیگه بندازید، سه آدمی هستید که از کودکی چون شما رو همیشه سرزنش کردند و به نوعی شما مورد اعتراض بودید، حالا هم که اونا نیستن خودتون نشستید در مغزتون خودتون سرزنش کنید. ولی آنچه که شما به من میفرمایید صورت مسئله درستی نیست. یعنی من نمیدونم اشکال کار، یعنی شما چرا دلتون میخواد بگید اینه و بعدم ازش ناراحت باشی؟ چرا ناراحتی؟ منم که دارم خدمتتون عرض کنم، مطالعات نشون میده، واقعیت ها نشون میده تو بیزینس و تو بازار آدم بدبینی که کمتر ضرر میکنه تا خوشبین. بله. بنابراین اگر حرف شما این است که من بیخودی گوش به حرف دیگران میدم، بعدم شما در این همه مدتی که اینجا بودید به هر حال میتونید یک کسی رو پیدا کنید. حتی نمیخوام به شما بگم، خودتون برید امتحانا رو بگذرونید، خودتون کسی باشید که بتونید کارهای فرض کنید به عنوان بروکر رو عمل کنید. نشده نشیاج به کسی ندارید. یا فرض بفرمایید یه جوان تحصیل کرده ای رو که وکیله و این لایسنس رو داره استخدام کنید، بگید من به تو میگم چیکار کن، تو اون کار رو از نظر تکنیکی و قانونی برای من انجام بده. اصلا هم حتی نیاد ساختمون رو ببینه یا محل رو ببینه، یا شما بگه این قیمتش 100,000 دلار یا 200,000 دلار به اون مربوطه، شما میگید من یه ساختمون دیدم
با این قیمت اینو بخر. تموم شد. بله، حالا بریم در جهت روابطتون. چرا شما در رابطه رو بستید با یک ازدواجی در آغاز؟ ولی من یه مقداری درگیر کارم، مشغول کار خودم رو کردم و یه مقدار زیادی هم حالت بیعتمادی دارم به وجود اومد. خب بیعتماد باشید، آخه نمیتونید اعتماد بخواد بگید شما تعهدی نمیکنید، کاری نمیکنید. مثل من برگردم بهم بگن چرا نمیری رستوران، میگم بی اعتماد. چه اعتمادی؟ میرم اونجا غذا اگر عادی بود، قیمت اگر عادی بود میشدم، اگر نه اعتماد من نمیخواد. اگر یه نوع رستورانی میرم که غذای اونو دوست دارم میرم اونجا. اگر آخه شما چرا دنبال بازی و بهانه میگردید برای خودتون محدودیت و قید و بند درست کنید عزیز؟ بعدم یه برچسب بدی رو در خودتون بزنید، بعدم بگید من به درد نمیخورم. شما شبکه‌ای از دوستان مرد رو دوربر خودتون دارید؟ خیلی کم. یعنی شما شدید کارخانه خواب؟ کارخانه خواب؟ بله، تقریبا بله، همینطوری هستم. خب یه تابلوی بالای خونتون بزنید، اسم خودتون بزنید روش، بزنید کارخانه فلان. خب در بیاد قربونت. شما که اینجا هستید، مشکل زبان ندارید، امکاناتی دارید، از نظر مالی و ازتون خوبه، چرا از زندگیتون لذت نمیبرید؟ پورا رو جمع میخواید بکنید برای کی؟ درست میفهم. من بیعتمادی دارم زیاد هستش. متاسفانه با دوستایی هم که دوره برم بودن، اکثرا هر کی با من اومده و رفت آمد کرده سابقه خوبی نداشتن. بعد اینه که متاسفانه یه حالت البته دیپرشن هم من گرفتم به خاطر این داستان ها یه مدت زیادی. بعد خب معلومه دستگاه آشغال جمع کنی هم دارید. بله. یعنی ببینید عزیز، من نمیدونم شما چند تا خواهر برادر دارید، چند دومی هستید شما؟ ما دو تا برادر دو تا خواهر هستیم، من دومین بچه هستم. خب جاتون فقط یه ذره زمینه افسردگی رو نشون میده، ولی این حالت نمیدونم. ببینید با حتی میتونید تلفنی، حتی میتونید به دفتر رادیو زنگ بزنید و در حقیقت لیست کسانی که میتونن تلفنی با شما صحبت کنن داشته باشید. یه 20 جلسه اگر یه صحبتی بکنید، یه مقدار چراغا اینجا اونجا روشن میشه و درست مثل آدمی که اتومبیل داره، گواهینامه داره، ماشین داره، پول داره، ولی آدرس گم کرده. چون یه ذره بیشتر با حالت lost and confused رو برای من دارید و بعد با توجه به این حالت گم و گیج یه برجسبایی رو خودتون میزنید و یه مقداری خودتون رو از این بابت محدود میکنید و آزار میدید بدون که واقعا ضرورتی داشته باشه. درست میفهمید. من با همین شماره باید تماس بگیرم برای این کار؟ نه، لطف کنید تلفن 310-441 اینا این همینه، ولی 5111 چهار شماره آخرش هست 310-441-5111. یه 20 جلسه اگر با کسی گفتگو داشته باشید به مقدار زیادی خیلی این چیزها رو پاک میکنه. بعدم اگر با کسی حرفی زدید خلاصه گفتگوی خودتون رو با من بیان کنید، یا این رو میتونید چون یه وقت 15 دقیقه است رو حتی بذارید بشنون، چون شما در اینجا مقدار یه نگاهی به موضوع دارید که من فکر کنم فقط گفتم گم کردن آدرس یا بازی و بهانه در آوردن و البته زمینه افسردگی که گفتید هم علتشه هم به یک نوعی نتیجهشه. یعنی این حالات آدم رو افسرده میکنه، افسردگی با خودش زمینه بدبینی و منفی داره. حتی قبل از اونم اگر سی دی و یو اس بی هم استراب هم افسردگی من رو هم بشنوید، روی هم دو تا 8 ساعتن، بد نیست که آگاهی پیدا کنید و بعدم تماس بگیرید، کسی رو بهتون معرفی کنن، در 20 جلسه ای رو بگذارید و من مطمئنم بعد از مدتی حالتون خیلی خیلی بهتر میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. تشکر از محبتتون. حتما. خواهش می‌کنم. تمنام.